بیننده گزارش روس هستید با من پریسا صادقی این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 به وقت تهران پخش خواهد شد در این بخش بیننده گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال هستیم که مشتبه پور محسن از تحولات ایران و منطقه آماده کرده ضربات مهلک اسرائیل به بدنه و فرماندهی حزب الله لبنان رهبری این گروه و حامی اصلی آن جمهوری اسلامی را دچار سردرگمی کرده ساعتی پس از عملیات مرگبار اسرائیل یک کارشناس امنیتی در تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام امنیتی فاش کرد عوامل موساد ماه گذشته در خاک ایران با اجرای یک عملیات دو نفر را کشتند و اسناد محرمانه را به سرقت بردند رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش پس از این حملات بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شد علی خامنه امروز تاکید کرد اگر امت اسلامی از قدرت درونی خود استفاده کند اسرائیل از قلب جامعه اسلامی برداشته خواهد شد تازه تا جزیات از عملیات بزرگ موساد و پیامدهای آن را در گزارش مشتبه پور محسن ببینید خشم خامنی از شکست های پی در جپه موسوم به مقاومت کشته شدن دست کم پانزده فرمانده ارشد حزب الله بعد از عملیات انفجار پیجرها و بیسیمها افشای عملیات کماندویی اسرائیل در اسفهان با دو کشته و سرقت اسناد محرمانه وقتی صدای شکستن استخوانهای مقاومت ای در خاور میانه پیچید این قدرت درونی میتوانه رژیم صهیونی رو این قده سرطانی خبیس رو از قلب جامعه اسلامی یعنی فلسطین و ازاله کنه یک روز پس از ضربات عمیق اسرائیل به حزب الله لبنان رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شد واکنش او به سه عملیات مرگبار در خاک لبنان که فرماندهی و بدنه گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را زیر ضرب بود آخرینش حمله هوایی به یک ساختمان در زاویه جنوبی در حومه بیروت که به مرگ شمار زیادی از رهبران ارشد نظامی حزب الله انجامید مهمترینشان ابراهیم عقیل ملقب به تحسین با نام جهادی حاج عبدالقادر از رهبران اولیه شورای جهاد اسلامی این گروه که از او به عنوان مرد شماره دو حزب الله نام برده میشد هشت سال پیش زمانی که مصطفی بدرالدین رهبر شاخه نظامی حزب الله کشته شد عقیل و فواد شکر نامزد جانشینی او بودند عقیل در کنار اماد مغنیه رهبر ارشد نظامی حزب الله از چهره های کلیدی دو حمله به سفارت آمریکا و همینطور مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت بود که به مرگ حدود 260 آمریکایی و 58 فرانسوی انجام پنج سال پیش وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعات منجر به دستگیری ابراهیم عقیل 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرد ابراهیم عقیل تا پیش از کشته شدن فواد شکر معاون او بود و سرپرست نیروهای ویژه رزوان و مسئول آموزش این واحد ویژه یکی از ارکان جبهه موسوم به مقاومت وزیر مجموعه نیروی قدس سپاه پاسداران این نمودار جایگاه کلیدی ابراهیم عقیل در ساختار رهبری نظامی حزب الله را نشان میدهد اسرائیل از حمله 7 اکتبر حماس تا کنون چهار نفر از پنج فرمانده ارشد نظامی این ساختار را کشته با این حال ابراهیم عقیل تنها تلفات مهم حزب الله در حمله روز جمعه نبود این گروه تایید کرد که در حمله هوایی اسرائیل 14 فرمانده ارشد دیگر حزب الله همگی متعلق به یگان رزوان کشته شدند. یکیشان احمد محمود وحبی با اسم جهادی حاج ابو سمیر که فرمانده عملیات نظامی نیروهای رزوان تا ابتدای سال جاری میلادی بود. به نظر میرسد تلفات حزب الله در این حمله هوایی بیش از این باشد. وبسایت الجدید در لبنان گفته شمار کشته شدگان حمله زاهیه به 19 نفر رسیده و همچنان 24 نفر هم مفقود الاثر. بر اساس گزارش ها ابراهیم عقیل در حالی وارد این جلسه مهم در طبقه منفی دو ساختمان شده بود که در جریان عملیات انفجار پیجر اعضای حزب الله مجروح شده بود دو عملیات پیچیده اسرائیل با انفجار پیجر های نیروهای حزب الله و بیسیم های اعضای این گروه که در نتیجه آن دست کم 37 نفر کشته و صدها عضو حزب الله مجروح شدند روزنامه نیویورک تایمز شنبه به نقل از مقام اطلاعاتی خبر داد که پس از ترور فرماندهان ارشد حزب الله حسن نصرالله استفاده از تلفن های همراه در جلسات عوامل حزب را ممنوع کرده بود و از افسران خواسته بود فقط با پیجر با هم در ارتباط باشند روزنامه حریت ترکیه هم فاش کرد که موساد از دو سال پیش خبر داشت که قرار است حزب الله سراغ پیجر برود و به همین دلیل سه شرکت سوری در مجارستان بلغارستان و نروژ را انداخت به مشتری های عادی پیجر فروخت تا به معامله با حزب الله برسند دو سال پیش حزب با شرکت مجارستانی بی قرارداد خرید 5000 پیجر را امضا کرد شرکتی که مدیر عاملش را حالا میشناسیم زنی 49 ساله به نام کریستیانا با تابعیت مجارستانی و ایتالیایی که دکترای فیزیک ذرات دارد و به هفت زبان زنده دنیا مسلط است خانم کریستیانا گفته او صرفا یک واسطه بوده و نقشی در ساخت پیجرهایی نداشته که با جاسازی سه گرم مواد منفجره یک حمله گسترده را شکل داد. با انجام عملیات دوم با انفجار بیسیمها ها مشخص شد دیوار امنیتی حزب الله به طور کامل فرو ریخت پنجشنبه حسن نصرالله به شکست اعتراف کرد لا شک اننا تعود... شکی نیست که ما ضربه بزرگی را چه در جبه امنیتی و چه در جبه انسانی متحمل شدیم که در تاریخ مقاومت حداقل در لبنان بی است او وعده انتقام داد اما به طور غیر مستقیم آن را موکول به ورود تانک های اسرائیلی به خاک لبنان کرد در تهران اما روزنامه کیهان وابسته به خامنه ای و همینطور وزیر خارجه ایران مدعی شدند سه عملیات مرگبار علیه حزب الله نشانه استیصال اسرائیل است صبح شنبه پزشکیان در مراسم رژه نیروهای مسلح مدعی شد قدرت جمهوری اسلامی باعث شده هیچکس به خودش اجازه ندهد به خاک ایران تجاوز کند تنها چند روز بعد از آن که کارشناس تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام امنیتی فاش کرد عوامل موساد در خاک ایران با اجرای یک عملیات دو نفر را کشتند و اسناد محرمانه را به سرقت بردند تو خود ایران اسرائیل در همین برهه دقیق اشاره نکنه تا اونان آقای بدونه در همین برهه یک ماهی اخیر ما عملیات نکرده می گفته شده مگه عملیات شهید نداشته عملیات کرده اسرائیل شهید هم گرفته ربایش سند هم داشته سخنانی که نشان میدهد دو نیروی سپاه که اعلام شد در هفتم شهریور ما بر اثر نشت گاز کشته شدند در واقع شهدای نشت اطلاعات بودند نه نشت گاز کارشناسان تلویزیون حکومتی گفتند جمهوری اسلامی این اتفاق را پنهان کرده تا مجبور به پاسخ به اسرائیل نشود وقتی وعده انتقام سخت ترور اسماعیل هنیه در تهران فعلا در لیست بدهکاری های خامنه است به نظر می رسد دست کم ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی و حزب الله نمیخواهند وارد جنگ شود و به همین دلیل با خیالی آسوده تر تهران و نیروهای نیابتیش را محاصره کرد با این همه در حالی که اسرائیل به نزدیک در این فاصله به خامنه ای رسیده او خواهان تشکیل امت اسلامی برای نابودی اسرائیل شد ما امروز نیازمند تشکیل امت اسلامی هستیم یعنی باید دنبال این قهرمان خودخوانده جهان توهم دنکی شدی برای خاورمیانه میانه ماسر مشتبه پور محسن لندن همکار علی حسین قاضی در گزارش روز همراه ما شده اگر موافقی اول بپرسیم پر به اون بخش اول گزارش های مشتبه که به این چند عملیات اخیر اسرائیل میپرداخت و اینکه تأثیری که, خب تأثیر که میتونه داشته باشه بر توانمندی حزب مخصوصا در این زمانی که در جنگ با اسرائیل اگر واقعا بخوایم مثالی بزنیم که مقایسه کنیم با اتفاق دیگر کشتن قاسم سلیمانی مثال خوبی هست پس از اون شاکله نیروی قدس از هم پاشید ارتباط بین نیروها دیگه خیلی نشد رقابت بین نیرو و افزایش پیدا کرد نفوذ به راحتی انجام شد و عملا نیروی قدس دیوم کار کردی که قبلشش رو از دست داد الان همون اتفاق افتاده این در واقع تمامی مسیرهای ارتباطی الله منحدم شده و این یک واکنش عصبی و بدون فکر بود که شما دو روز بعد از این که گوشیاتون زدن تمام مسیر ارتباطیتون رو از بین بردن شما بیایید در واقع عالی ترین سطح فرماندهان رو برشون جلسه بذاره که همه توش حضور داشته باشن عملا الله الان در درون خودش باید به بسیاری از نیروها شک بکنه بسیاری از جلسات سریشون لو رفته و عملا همه اون مسیری که سالها تعبیه کرده بودن که چگونه در بزنگاه این چنینی ارتباط بگیرن عمل بکنن اتاق فکری که اتاقی که قرار بود پشت جنگ باشه و یک جنگ رو در واقع راهبری کنه عملا وجود خارجی نداره نه فقط اینکه فرمانده‌هاشون از بین رفتن بلکه اساسا اتاق اون پشت دیگه وجود نداره که شما به اون اطمینان پیدا بکنی که میشه اونجا یک نقشه سری رو در واقع پیاده سازی کرد و اجرا کرد و نه فقط حزب جمهوری اسلامی هم همین در بخشت گزارش میشیدیم که موسا تا کجا نفوذ گسترده ای کرده و در واقع سوال اینجاست که چطوری که سپاه پاسداران نمیتونه جلوی نفوذ رو بگیره برای اینکه رخنه در همون جایی در واقع صورت گرفته که قرار جلوی این قصه رو بگیره بای به روزی که بگندد نمک سپاه پاسداران در واقع مکانی هست که بیشترین رخنه در سطح فرماندهی اون رخ داده عملا شما اگر نگاه بکنید به اتفاقات ترور هنیه همین اتفاقی تو اصفهان افتاد که پنهانش کردن همین چیزی که الان تو گزارش اومده یا اتفاقی که در کنسولگری ایران در دمشق رخ داد این موارد نشون میده که رخنه در بالاترین سطح سپاه پاسداران رخ داده و این نیرویی نیست که بتونه حفاظت کنه نیروهای تحت امرش رو شبه نظامیان جمهوری اسلامی متکی به سپاه پاسداران هستن وقتی رخنه در اونجا رخ داده عملا در این سطوح پایینتر که آموزش که کمتری دیدن و کمتر برای چه روزی مهیا هستن ضرر پذیرتر شدن جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده اسرائیل رو که حمله متقابل خواهد کرد این انتقام یا حمله متقابل کی اتفاق خواهد افتاد ببینید هیچ طرح مشخصی الان قابل پیاده سازی نیست شما عملا در سطح اطلاعاتی و جاسوسی نمیتونی کاری هم ارزی اسرائیل انجام بدی نظامی دستتون از این هم بستر هست عملا شما هر اقدام نظامی در خاک اسرائیل انجام بدین چند برابر اون رو شما در خاک خودت خواهید دید اساسا جمهوری اسلامی دیگه هیچ طرح مشخصی نداره به همین خاطر هم هست که اتفاق اون رو پنهان میکنه وقتی ترور هنیه رو نتونست جواب بده طبیعتا اتفاق دیگری هم نمیتونه جواب بده این در نظامی بسیار منفعل و دست بسته است در اطلاعاتی عملا چیزی هم همآورد اسرائیل نداره فکر نمی کنم که یعنی در واقع راهی بودش باشه که بتونه در واقع پاسخ بده به حملات اسرائیل مرسی از توضیحات علی حسین زاده اینجا در سیدی همراه ما ممنون که بیننده گزارش روز بوده تا دقایق دیگر کاملیا پور کتابی با اقتصاد و بازار با شما همراه خواهد